اما سیستم کاری برای تدوین و حالا پست پروداکشن فیلم فوکوس به چه شکل بوده؟ توی این درس من اول خیلی خلاصه مفید خیلی سریع بگم خدمتتون که سیستم ذخیره سازی اطلاعات به چه شکل هست و استانداردش به چه صورته، بعد میریم سراغ حالا توضیحی که ساختار کار به چه شکل بوده تو تدوین. اینجا معمولا همه یه هارد مرکزی است که بهش سن گفته میشه اصطلاحاً، و از رو همون همه اطلاعات رو همه میخونن و در واقع روی همون هم اکثرا سیو میکنن. بعضی وقتا خود افراد هارد اکسترنال هم دارن کنارش، حالا برای بکاپ یا یه سری کارهای دیگه است که الان میگم خدمتتون، ولی عموما بیشتر کار روی سن اتفاق میفته. برای هر اپیزود تلویزیونی اینجا 2 ترابایت هارد در نظر میگیرن، یعنی برای کار تلویزیون 2 ترابایت مینیمم برای هر اپیزود فضا در نظر گرفته میشه زمانی که میخوان هارد بخرن و حالا الی آخر، و سر فیلم فوکوس یه 32 ترابایت سر صحنه برای کار بوده، یه 96 ترابایت برای ذخیره سازی، حالا یه 96 ترابایت دیگه هم فکر کنم 2 تا 96 ترابایت دیگه هم که سینریت هست اصطلاحاً اسمشون، اینا هم بوده برای بکاپ های دیگه. خب حالا ما این تیکه کار پست پروداکشنش به چه شکل بوده؟ از دوربین تصاویر همونطور که گفتم خدمتتون سر صحنه می اومده روی آوت پست ذخیره می شده، بعدش هم یه سری اونا رو می اومدن بکاپ می کردن روی این هارد 96 ترابایتی سنگینشون. خود اون تصاویرم یه بار کپی می شده روی این سن، روی این هارد فکر می کنم 32 ترابایتی بود اگه اشتباه نکرده باشم، همین الان گفتم نمیدونم چرا خاطرم رفت، ولی اینجا یه هارد 32 ترابایتی بوده که از این تمام اسیستنت ادیتورا شروع میکردن از این دیتا استفاده کردن، و اینجا مثلا فرض کنید شما میخواستن این اطلاعات رو مرتب بکنن، اطلاعات سر صحنه رو بهش اضافه بکنن، همونطور که گفتم خدمتتون تو بخش اول آموزشمون مثلا لاین های دیالوگ، اطلاعات صحنه، اینی که این صحنه چون داخلی خارجی، مثلا فرض کنید شما صحنه 5 داخلی منزل شب، یه همچی چیزی اینا رو اضافه میکنن با توضیحاتش و مرتب میشه فایل ها، طبقه بندی میشه، دسته بندی میشه، خیلی شسته رفته. اگر نیاز باشه شاتی بره برای جلوه ویژه، ببخش من یه ذره رفتم جلوتر از برنامه، بعدش اینا رو خود تدوینگر دوباره از روی این سن فایل های تر و تمیز و فایل های سازماندهی شده رو شروع میکرده ادیت کردن. بعد اینا اگر احیانا شاتی نیاز بوده بره برای جلوه ویژه، خود ادیتور تصمیم میگرفته که مثلا فرض کنید شما این شات نهایی مورد تاییده که باید بره برای یه کار جلوه ویژه، چون میدونی شما نمیشه 10 تا شات رو فرستاد، 10 تا تیک رو فرستاد، اون یه تیکی که نهایی و مورد تاییده میره واسه جلوه ویژه که میرفته برای جلوه ویژه، و در نهایت خود تایملاین که میرفته برای کار صدا. هارد های اکسترنالی که شما اینجا میبینید هارد هایی هستش که بیشتر برای فرایند رندرینگ بوده، یعنی قرار نبوده که اطلاعات اصلی که حالا اینجا هستش با روی این هارد های اکسترنال قرار بگیره. این هارد اکسترنال برای محاسبات داخلی فاینال کات بوده، اون چیزی که شما دیدید فاینال کات ترانسکود میکنه، رندرایی که انجام میده و الی آخر. اینه که این علتی هم که اینجا شما یه هارد اکسترنال میبینید به این دلیله.